بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. پاک و منزه است ذاتی که بنده خود را شبی از مسجد حرام به مسجد اقصا که همه آن را با برکت ساختیم برد تا به او از آیات خود نشان بدهیم. بیگمان او شنوا و بیناست. و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. و موسی را کتاب دادیم و آن را هدایتی برای بنی اسرائیل گردانیدیم و گفتیم به جز من کار سازی برای خود مگیرید. ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. ای فرزندان کسانی که ایشان را با نوح در کشتی برداشتیم، بدون شک نوح بنده سپاسگزاری بود. و قضینا الى بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. و با بنی اسرائیل در کتابشان خاطر نشان کردیم که در زمین دو بار فساد خواهید کرد و سرکشی بزرگی خواهید نمود و دو بار مجازات خواهید شد. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. چون موعد نخستین فرا رسد بر شما بندگان پیکار جوی خود را می گماریم که تا داخل خانه های شما را جستجو کنند و این وعده است عملی شدنی. ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. سپس شما را بر ایشان غلبه دادیم و شما را به دارایی و فرزندان مدد کردیم و برای شما نفوس بیشتر دادیم. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة لیسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. اگر نیکویی کنید با خود نیکویی می کنید و اگر بدی کنید باز هم با خود بدی می کنید. پس چون باری دیگر موعد محافظه شما فرا رسد گمان کنیم که در نخستین بار کردیم تا بر چهره های شما آثار غم و اندوه ظاهر شود و باز دشمنان شما داخل مسجد اقصا می شوند. گمان گونه که بار اول داخل شده بودند و بر هرچی دست یابند آن را تباه می کنند. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. شاید پروردگار شما بر شما رحم کند، اما اگر شما به گناهان خود برگردید ما هم به مجازات خود برمیگردیم و دوزخ را برای کافران زندان ساختیم. این هذا القرآن يهدي للتي هي
أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بیگمان این قرآن برایی که استوارتر است هدایت می کند و مسلمانانی را که عمل نیکو انجام می دهند بشارت می دهد که برایشان پاداشی بزرگ است. و ان الذین لا یؤمنون بالآخرت اعتدنا لهم عذابا الیما. و کسانی که با آخرت ایمان نیاورده اند برایشان عذاب دردناک آماده کرده ایم. و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا. و انسان بدی را به گونه می طلبد که باید نیکویی را طلب نماید و آدمی شتابکار است. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما شب و روز را دو نشانه گردانیدیم، پس نشانه شب را محو گردانیدیم و نشانه روز یعنی آفتاب را روشنی بخش گردانیدیم تا از پروردگار خیش طلب فضل کنید و تا شمار سالها و حساب را بدانید و هر چیز را به تفصیل بیان کردیم. و كل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. شامت عمل هر انسان را به گردن خود او بستیم و روز قیامت کتابی را برای او بیرون می آوریم که آن را گشوده می یابد. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. برای او گفته می شود که کتاب اعمال خود را بخوان، خودت امروز بر خود به حیث حسابگر بسنده ای. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. کسی که رهیاب شد بیگمان به فایده خود رهیاب می شود و کسی که گمراه شد بیگمان به زیان خود گمراه می شود و هیچ بردارنده باری دیگری را بر نمی دارد و ما هرگز کسی را عذاب کننده نیستیم تا پیامبری را بفرستیم. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. و چون بخواهیم دیاری را تباه گردانیم توانگران سرکش آن را امر می کنیم تا نافرمانی کنند، پس بر آن دیار حکم عذاب عملی می شود و ما ایشان را به گونه شدیدی در هم می کنیم. و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح و کفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا. چی بسا کسانی را از نسلهای بعد از نوح هلاک ساختیم و پروردگار تو به گناهان بندگان خود به حیث دانا و بینا و بسنده است. من کان یرید العاجل تعجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. هر کسی چیزهای زودگذر این دنیا را خواسته باشد ما در دم چیزی را که اراده کنیم برای کسی که خواسته باشیم می دهیم،
سپس برای او دوزخ را آماده کرده ایم، در آنجا نیکوهی دورانده شده خواهد سوخت. و من اراد الاخرت و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. و هر کی آخرت را بخواهد و برای حصول آن سعی خود را بکار برد و او مسلمان نیز باشد، پس سعی چنین کسانی پذیرفته شده نیست. کلن نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. از عطای پروردگار تو هم این گروه و هم آن گروه هم را برخوردار می سازیم و عطای پروردگار تو از کسی هرگز بازداشتن نمی شود. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا. ببین چگونه بعضی را بر بعضی دیگر فضیلت داده ایم، ولی بیگمان آخرت بزرگتر است، هم از روی درجات و هم از روی فضیلت. لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. با خدا معبود دیگر مگیر، ورنه ای انسان نیکوهی تو بیچاره زمین گیر می شوی. وقضا ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. پروردگار تو حکم کرده است که بجز او هیچ کسی و هیچ چیزی را پرستش نکنید و با پدر و مادر نیکی کنید. اگر کسی از ایشان یا هر دویشان نزد تو به بزرگسالی میرسند، پس به ایشان اف مگو، یعنی کمترین اهانت مکن و بر ایشان بانگ مزن، بلکه با ایشان به نیکویی سخن زن. و اخفض لهما جناح الذل من الرحمت و قل رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا. و بر ایشان بالهای تواضع خود را با مرحمت بگستران و بگو پروردگارا بر ایشان ببخشا، همچنان که مرا در خردسالی تربیه کردند. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانه کان للاوابین غفورا. پروردگار شما به آنچه در دلهای شماست بهتر می داند. اگر نیکو کار باشید، پس بیگمان خداوند کسانی را که به سوی او رجوع می کنند، یعنی توبه می نمایند، می آمرزد. و آتی ذا القربا حقه والمسکین و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. حق صاحب قرابت را بپرداز و نیز حق مسکین و مسافر را، اما از اسراف خودداری کن. این المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. مسرفان بگمان برادران شیاطین هستند و شیطان به پروردگار خود ناسپاس است. و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا. و اگر از ایشان یعنی ناداران روی برمیتابی که نادار هستی و در انتظار دریافت مرحمتی از جانب پروردگارت میباشی که امید آن را داری، پس با ایشان سخن ملایم بگو.
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. دست خود را بخیلانه به گردن خود مبند و نیز به آخرین حد آن مکشا، به حدی که ملامت تو درمانده شوی و زمینگیر گردی. این ربك یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا. حتی که پروردگار تو روزی را به هر که بخواهد میگشاید یا تنگ میگرداند، حقا که او به مصالح بندگان خیش آگاه و بیناست. ولا تقتلوا اولادكم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم این قتلهم کان خطئا کبیرا. و اولاد خود را از ترس فقر مکشید، ما آنها و شما را روزی می دهیم، بیگمان کشتن ایشان گناهی بزرگ است. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. و به زنا نزدیک مشوید، بیگمان عمل زشت است و راهی بدی است. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. وكسر خداوند قتل او را حرام ساخته جز به حق مکشید، و کسی که به ستم کشته شود پس بیگمان وارث او را صلاحیت قصاص دادیم، پس نباید در کشتن زیاده روی کند، بیگمان او شرعاً یاری داده شده است. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. به مال یتیم جز به طریقی که نیکوست نزدیک مشوید تا به نهایت قوت یعنی سن رشد خود برسد، و به عهد خود وفا کنید، بیگمان هر کس در مورد عهد خیش سوال می شود. و اوفو الکیل اذا کلتم و زنو بالقسطاس المستقیم ذلك خیر و احسن تأویلا. و چون پیمانه می کنید حق پیمانه را ادا کنید و با ترازوی درست وزن کنید، این کار بهتر است و عاقبت آن نیکوتر. و لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. و در پای چیزی که به آن علم نداری مرو، بیگمان گوش، چشم و دل هر یکی از اینها مورد سؤال قرار داده می شود. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. و بر زمین خرامان یعنی با تکبر راه مرو، بیگمان تو نمی توانی زمین را بشگافی و نه هم در درازی به کوها می رسی. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. از همه اینها بدیان نزد پروردگار تو ناپسندیده است. ذلك مما اوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. این رهنمودها از حکمتهایی است که پروردگارت برایت وحی کرده است، و با خدا معبودی دیگر را قرار مده تا ملامت شده و رانده شده به دوزخ افکنده نشید. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا
انكم لتقولون قولا عظيما. آیا پروردگار شما شما را به پسران برگزید و از فرشتگان برای خود دخترانی گرفت؟ براستی که شما سخن بزرگ یعنی نهایت زشت میگویید. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. و بیگمان ما در این قرآن انواع مسائل را بیان کردیم تا ایشان پند بگیرند، ولی این امر به جز نفرت به ایشان نمی افزاید. قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. بگو اگر آنچنان که میپندارند با خداوند معبودان دیگر می بود، در آن صورت در جستجوی راهی برای منازعه به سوی خداوند صاحب عرش می افتادند. سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا. پاک است او از آنچه ایشان می گویند بالاتر و در نهایت بزرگی است. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. او را آسمان های هفتگانه، زمین و آنچه در میان آنها است با پاکی یاد می کند و هیچ چیزی نیست مگر اینکه او را با پاکی می ستاید، ولیکن شما تسبیح ایشان را نمی دانید، حقا که او صاحب حلم و آمرزنده است. و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. و چون قرآن را میخوانی میان تو و آنانی که به آخرت ایمان ندارند حجاب نامرئی قرار میدهی. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بر دلهایشان پوششهای مینهیم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان گرانی را، و چون پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد کنی پشت می گردانند و فرار می کنند. نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک و اذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ما داناتریم به این که ایشان به چی چیز گوش فرا می دهند هنگامی که به تو گوش فرا می دهند، و نیز هنگامی که با هم به راز و نیاز می پردازند. در آن هنگامی که ستمگاران می گویند پیروی نمی کنید مگر مرد جادو شده ای را. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. ببین چگونه برای تو مثال ها زدند پس گمراه شدند و توانی یافتن راهی را ندارند. و قالوا اذا كنا عظاما و رفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا. و گفتند چون ما مشتی از استخوان‌ها شویم و پوسیده گردیم آیا باز هم به آفرینش نو برانگیخته می شویم؟ قل کونوا حجارة او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مره فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا.
بگو آره، اگر سنگ باشید یا آهن یا هر مخلوقی که در نظر شما بزرگ جلوه می کند، باز هم خدا با زنده ساختن شما قادر است. آنها به زودی می گویند کیست که ما را باز می گرداند؟ بگو کسی که شما را بار اول آفرید. پس به زودی سرهای خود را به علامت انکار به سوی تو جنبانیده خواهند گفت، آن برانگیختن چی وقت است؟ بگو شاید که نزدیک باشد. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده و تظنون الا بثم الا قلیلا. روزی که خدا شما را بخواند و شما ستایش کنان او را اجابت کنید و چنین پندارید که درنگ نکردید مگر اندکی. و قل لعبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. و به بندگان من بگو تا چیزی بگویند که بهترین است، بیگمان شیطان میان ایشان نزاع می افکند، حقا که شیطان برای انسان دشمن آشکار است. ربکم اعلم بکم این یشأ یرحمکم او این یشأ یعذبکم و ما ارسلناک علیهم وکیلا. پروردگار شما شما را بهتر می شناسد، اگر بخواهد به شما رحم می کند و اگر بخواهد شما را مجازات می کند و تو را بر ایشان به حیث نگهبان نفرستادیم. و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داود زبورا. و پروردگار تو به آنچه در آسمان ها و زمین است آگاه تر است و بیگمان ما بعضی پیامبران را بر بعضی دیگر فضیلت دادیم و به داود زبور را دادیم. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. بگو همانهای را که غیر از او معبود می پندارید بخوانید، پس آنها توان رفع مشکلات را از شما ندارند و نه هم در آن تغییر ایجاد کرده می توانند. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلة ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه این عذاب ربک کان محذورا. آنهایی را که کافران نیایش می کنند خود به پروردگار خیش وسیله می جویند تا کدام ایشان تقرب بیشتری حاصل کند و رحمت او را توقع دارند و از عذاب او می ترسند، حقا که عذاب پروردگار تو محل ترس است. و این قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا. ونیست شهر و آبادی مگر آنکه ما پیش از روز قیامت اهل آن را هلاک کننده ایم یا ایشان را با عذاب شدید عذاب کننده ایم. این حکم در کتاب یعنی لوح محفوظ نوشته شده است. و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون و آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها و ما نرسل بالآیات الا تخویفا. هیچ چیزی ما را از این باز نداشت که نشانه های قدرت خود را بفرستیم و جز آن که پیشینیان آنها را تکذیب کردند و اشتر ماده را به ثمود به حیث معجزه دادیم، اما ایشان بر آن ستم کردند و ما با معجزات نمی فرستیم مگر تهدید را. و اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وبیاد آور وقتی را که به تو گفتیم که بیگمان پروردگار تو به مردم احاطه کامل دارد و ما آن رویا را که به تو نمایانیدیم نگردانیدیم مگر آزمایشی برای مردم و نیز درخت لعنت شده را که در قرآن ذکر است و ما ایشان را می ترسانیم ولی این ترسانیدن به ایشان نمی افزاید مگر سرکشی شدیدی را. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال ااسجد لمن خلقت طینا. و بیادار وقتی را که به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید پس آنها سجده کردند جز ابلیس. ابلیس گفت آیا کسی را سجده کنم که از گل آفریدی؟ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. وی گفت آیا دیدی این را که بر من برگزیدی؟ اگر مرا تا روز قیامت فرصت بدهی یقینا جز عده از اولاد او دیگران همگی را از ریشه بر میکنم یعنی از راه حق به کنار میکشم. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. خداوند گفت برو پس هر کس از ایشان که تو را پیروی کند بیگمان دوزخ جزای شماست جزای کامل. واستفزر من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. هر کدام از ایشان را که می توانی با آواز فریبنده خود به سوی تباهی برانگیز و با سوار و پیاده خود بر ایشان هجوم آور و با ایشان در ثروت و فرزندان شریک شو و به ایشان وعده بده و شیطان به اینها وعده نمی دهد مگر فریب را. این عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. واقعا برای تو بر بندگان من سلطه ای نیست و پروردگارت به حیث کارساز کافیست. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. پروردگار شما همان است که برای شما کشتی را در بحر جاری می سازد تا از فضل او بهره اندوز شوید بیگمان او بر شما مهربان است. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. وقتی که در بحر به شما سختی برسد آنهایی که جز خدا به ایشان نیایش میکنید گم میشوند و باز چون خدا شما را نجات می دهد و به خشکی می رساند روی بر می تابید و انسان بسیار ناسپاس بوده است. افأمنتم ان یخسف بكم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وکیلا. آیا از این ایمن شده اید که خداوند شما را در گوشه از خشکی فرو برد یا بر شما طوفان شدید از سنگریزه ها بفرستد و سپس برای خود نگهبان نیابید؟ ام امنتم ان
يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. یا از این ایمن شده اید که شما را باری دیگر به دریا بازگرداند، تون باد شدید به شما بفرستد و شما را به سبب ناسپاسی شما خرق گرداند، باز برای خود در برابر ما بازخواست کننده نیابید. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا. بیگمان با بنی آدم کرامت بخشیدیم و ایشان را به وسیله مرکوبهای رهوار در خشکه و بحر برداشتیم و به ایشان از چیزهای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از آنچه آفریده این فضیلت به خصوص دادیم. یوم ندعو کل اناس بإمامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فأولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. روزی که هر فرقه مردم را با پیشوای ایشان بخوانیم، پس هر که کتاب یعنی نامه اعمال او به دست راست او داده شود، همینها نامه خیش را با خوشی میخوانند و به ایشان ذره ستم نمیشوند. و کسی که در این دنیا کور باشد، پس وی در آخرت نیز کور می باشد و از راه بسیار دور است. و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذا لاتخذوک خلیلا. و نزدیک بود که تو را از آنچه به تو وحی نمودیم بفریبند تا بر ما جز آن وحی که به تو فرستاده ایم چیزی دیگر افترا کنی و آنگاه تو را دوست خود بگیرند. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. و اگر چنین نمی بود که ما تو را ثابت قدم گردانیدیم، نزدیک بود به سوی ایشان کمی تمایل نمایی. اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. آنگاه تو را دو چند عذاب دنیا و دو چند عذاب مرگ می چشانیدیم و در برابر عذاب ما برای خود مددگاری نمی یافتی. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. نزدیک بود تو را دشمنان از سرزمین تو دلگیر و ناآرام سازند تا تو را از آن بیرون سازند، اما در آن صورت ایشان بعد از تو جز مدت کوتاهی باقی نمی ماندند. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. این بود روش ما با پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم و در روش ما تغییری نمیابی. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهودا. نماز را به کمال و تمام از هنگام زوال آفتاب تا تاریکی شب برپا دار و قرآن بامداد را، حقاک قرآن بامداد یعنی نماز صبح مورد مشاهده فرشتگان است. و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسا یبعثک ربک مقاما محمودا. و در پاس از شب نماز تهجد را ادا کن، نافله برای تو، تا باشد که پروردگارت تو را به مقام ستوده قرار دهد.
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وبگو پروردگارا مرا در هر کار صادقانه وارد کن و صادقانه بیرون کن و از نزد خود به من قدرت مددگار عنایت فرما. و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، حقا که باطل نابود شده نیست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و قرآن را که برای مسلمانان شفا و رحمت است مرحله به مرحله نازل می کنیم و به ستمگاران جز زیان چیز دیگر نمی افزاید. و اذا انعمنا على الانسان اعرض و نأى بجانبه و اذا مسه الشر كان یئوسا. و چون به انسان نعمت ارزانی کنم رو می گرداند و پهلو تهی می کند و چون به او شر می رسد ناامید می گردد. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بگو هر کس بر اساس روش خود عمل می کند پس پروردگار شما آنان را که رهیاب ترند خوبتر می شناسد. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ایشان از تو در مورد روح می پرسند، بگو روح از حکم پروردگار من است و از علم بجز اندکی دادن نشدید. ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. اگر می خواهیم آنچه را به تو وحی فرستاده ایم ببریم یعنی بازگیریم، در آن صورت کسی را نمی‌یابی که برای تو در برابر ما کارساز شود و از تو دفاع کند مگر مرحمتی از جانب پروردگار تو، حقا که فضل او به تو بزرگ است. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بگو اگر آدمیان و جن همه جمع شوند تا مانند این قرآن را بیاورند هرگز مانند آن را آوردن نمی توانند اگرچه بعضشان بعضی دیگر را در این کار یاری دهنده باشند. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. و ما برای مردم در این قرآن به گناه های مختلف مثال آوردیم ولی اکثر مردم از پذیرفتن چیزی جز ناسپاسی ابا ورزیدند. و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. و گفتند هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا برای ما از زمین چشمه بیرون آری. او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. یا باغی از خرما و انگور از آن تو باشد و در میان آن جویبارها با آب وافر جاری سازی. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا.
یا طوری که خودت میگویی آسمان را پارچه پارچه بر ما فرود آوری یا خدا و فرشتگان را روبروی ما بیاوری. او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. یا خانه آراسته از زر داشته باشی یا به آسمان بالا روی و به این بالا رفتنت ایمان نمی آوریم تا بر ما کتابی نازل کنی که آن را بخوانیم. بگو پاک است پروردگار من، آیا من جز بشری هستم که به حیث پیامبر فرستاده شدم؟ و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. در هنگامی که به مردم هدایت آمد ایشان را از ایمان آوردن باز نداشت مگر اینکه گفتند آیا خدا بشری را به حیث پیامبر فرستاد؟ قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. بگو اگر در زمین فرشتگانی می بودند که با آرامش آمد و شد می داشتند یقینا بر ایشان از آسمان فرشته ای را به حیث پیامبر نازل می کردی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان بعباده خبیرا بصیرا. بگو خدا کافی است که میان من و شما گواه است، بیگمان او به حال بندگانش آگاه و بیناست. و من یهدی الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامة على وجوههم عمیا و بکما و صما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. کسی را که خدا رهیاب می سازد پس هم او رهیاب واقعی است و هر کس را که او گمراه می سازد پس بر ایشان جز خدا کارسازانی را نخواهی یافت و در روز قیامت ایشان را بر روی هایشان نگونسار برمی انگیزیم و نابینا گنگ و کر می باشند. جای ایشان دوزخ است، هر باری که زبانه آتش فرو نشیند بر ایشان شعله آتش را می افزاییم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. این جزای ایشان است به سبب اینکه به آیات ما کافر شدند و گفتند آیا هنگامی که مشتی از استخوان‌ها شویم و پوسیده گردیم باز هم به آفرینش تازه برانگیخته می شویم؟ اولم یروا ان الله الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم و جعل لهم اجلا لا ریب فیه فابى الظالمون الا کفورا. آیا نمی بینند خدایی که آسمانها و زمین را آفرید قادر است تا مثل آنها را بیافریند و برای ایشان نیادی را مقرر نموده که در آن شکی نیست؟ ولی ظالمان جز ناسپاسی را نپذیرفتند. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشیت الانفاق وكان الانسان قتورا. بگو اگر شما مالک خزانه های رحمت پروردگار من می بودید در آن وقت از ترس به مصرف رسیدن آن بخیلی می کردید و انسان واقعا سختگیر یعنی بخیل است.
ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. و بیگمان به موسا 9 نشانه روشن دادیم. از بنی اسرائیل بپرس هنگامی که برای رهنمایی ایشان آمد، فرعون به او گفت ای موسا من یقینا تو را جادو کرده شده میپندارم، یعنی گمان میکنم که تو را جادو کرده اند. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا. موسی گفت تو خوب میدانی که اینها را در حالی که دلایل روشن هستند جز پروردگار آسمان ها و زمین نفرستاده است و بیگمان من تو را ای فرعون نابود شونده میپندارم. فاراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناه و من معه جمیعا. پس فرعون خواست ایشان را از زمین بیرون راند ولی او و همراهانش هم را غرق گردانیدیم. و قلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفیفا. و بعد از آن به بنی اسرائیل گفتیم در این سرزمین مسکن گزینید، پس چون وعده آخرت یعنی روز قیامت فرا رسد شمایان را در هم آمیخته می آوریم. و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد و نفرستادیم تو را جز بشارت دهنده و بیم دهنده. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآن را به تفریق قسمت به قسمت فرستادیم تا آن را با درنگ یعنی قسمت بعد از قسمت دیگر به مردم بخوانی و آری به همین کیفیت آن را نازل کردیم. قل آمنوا به او لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. بگو خواه به آن ایمان آرید یا ایمان نیارید، بیگمان کسانی که پیش از این به ایشان علم داده شده بود چون به ایشان این قرآن خوانده شود بر زنخهای یعنی روی خیش به سجده می افتند. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. وَمِيگویند منزه هست پروردگار ما، براستی که وعده پروردگار ما بجا شده است. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. برزنخ ها یعنی روی خیش می افتند، گریه می کنند و خشوع و فروتنیشان فیزون می گردند. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا. بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر کدام را بخوانید نامهای نیکو از آن اوست و نمازت را نه با آواز بلند بخوان و نه هم با آواز آهسته و در بین این دو راه میانه را اختیار کن. و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
و بگو ستایش خدای راست که برای خود فرزندی نگرفته و در پادشاهی شریک ندارد و برای او کارسازی که از ذلت او را وارهاند نیاز نیست و او را به بزرگی یاد کن، بزرگی بس شکوهمندی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ستایش خدای را ذاتی که بر بنده خود کتاب را نازل کرد و برای آن هیچ گونه کجی را قرار نداد. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیه ابدا و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا. در حالی که استوار یعنی قایم به مصالح مردم است تا بدکاران را از عذاب شدیدی که از جانب اوست بترساند و مسلمانان را که کارهای نیکو می کنند بشارت بدهد که برایشان مزد نیکو یعنی بهشت جاودان است همیشه در آن می باشند و کسانی را که گفتند خداوند فرزندی گرفته است بترساند. ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمة تخرج من افواههم این یقولون الا کذبا. چیزی که نه خودشان به آن علم دارند و نه هم پدرانشان، سخن بزرگ و خطرناکی است که از دهنهایشان بیرون می شود و جز دروغ چیزی نمی گویند. فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. اگر به این سخن ایمان نیاورند پس آیا تو خود را از فرط اندوه به پی ایشان هلاک می‌گردانی؟ اینا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما هر آنچه را در زمین است بیگمان آن را برایش زینتی قرار دادیم تا ایشان را بیازماییم که کدام یکیشان از حیث عمل نیکوتر است. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. و ما بیگمان آنچه را بروی زمین است سرانجام خاک بیگیاه خواهیم گرداند. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. آیا پنداشتی که بیگمان اصحاب کهف و رقیم از جمله نشانه های عجیب ما بودند؟ اذ اول فتیت الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. چون این جوانان به غار پناه بردند پس گفتند پروردگار ما از نزد خود رحمتی بر ما ارزانی فرما و برای ما از این مشکل ما راه نجات فراهم گردان. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. سپس بر گوشهایشان در غار چندین سال پرده خواب را زدیم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. بعد از آن ایشان را برانگیختیم تا آشکار کنیم کدام یک از دو گروه مدت درنگ خود را بهتر حساب کرده است. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما برای تو داستان ایشان را به حق میگوییم. بیگمان ایشان جوانانی بودند که به پروردگار خیش ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. و ما به دلهایشان قوت دادیم هنگامی که برخواستند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است و جز وی به هیچ معبودی نیایش نمی کنیم، که اگر چنین کنیم در این هنگام سخنی دور از سنجش زده ایم. ها اولئی قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا یأتون علیهم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا. و اینها قوم های ما هستند که با جز خدا معبودان دیگری را برگزیدند، چرا صحبت روشن بر ثبوت آن نمی آورند؟ پس کیست ستمگارتر از کسی که بر خداوند با دروغ افترا کرد؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا. وَچُونَ زِيشَانُ وَأَنشِرَا وَجُزْ خُدَا مِيْبَرَسْتَنْ دُورِي جُسْتِدْ پس در غار پناهنده شوید، پروردگار شما از رحمت خیش به شما فیضان می کند و در کار شما گشایشی فراهم می نماید. و تر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال و هم فی فجوت منه ذلک من آیات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. و خورشید را در آوانی که طلوع می کند می بینی که به سمت راست غار یعنی محل سکونتشان میلان می کند و در هنگام غروب به طرف چپشان می گذرد و ایشان در گشادگی از آن غار قرار داشتند. این از آیات خداوند است، هر کی را خدا را یاب گرداند حقا که راه یافته است و هر کی را به گمراهی بگذارد برای او حامی و رهنمای هرگز نیابی. و تحسبهم ایقاظا و هم رکود و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید لئن اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا و لملئت منهم رعبا. ایشان را بیدار می پنداشتی در حالی که خفته بودند و ما ایشان را به پهلوی راست و پهلوی چپشان می گردانیدیم و سگ ایشان همچون پاسدار بازوهای خود را بر آستانه غار دراز کرده بود، اگر به ایشان نگاه می کردی بیگمان از ایشان روی برتافته فرار می کردی و ترس از ایشان سراپای وجود تو را می گرفت. و کذلك بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. و بدین گونه ما ایشان را از خواب بیدار کردیم تا بین خود سؤال کنند. یکی از ایشان گفت چی مدتی درنگ کردید؟ گفتند شاید روزی یا پاره از روز درنگ کرده باشیم. و چون به نتیجه نرسیدند گفتند پروردگار شما به آنچه درنگ کردید بهتر می‌داند.
اکنون یکی را از میان خود با این پول خود به شهر بفرستید تا ببینند کدام یک از ایشان غذای پاکیزه تر دارد و از آن به شما غذای بیاورد و باید در شهر روش لطفکارانه ای را در پیش گیرید و بر شما کسی را آگاه نسازد. اینهم این یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا. واقعا اگر ایشان بر شما دست یابند شما را سنگسار یا شما را با آیین خود برمیگردانند و آنگاه هرگز رستگار نخواهید شد. و كذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. و بدین گونه مردم را از حال ایشان خبر گردانیدیم تا بدانند وعده خداوند حق است و در قیامت شکی نیست. انگامی که مردم آن سرزمین میان خود در زمینه نظامی کردند بعضی گفتند امارتی بر غار ایشان بسازید. پروردگار ایشان به حال ایشان آگاه‌تر است. ولی آنانی که در کارشان حقیقت را دریافتند گفتند یقینا بر غار ایشان مسجدی بسازیم. سیقولون ثلاثت رابعهم کلبهم و یقولون خمست سادسهم کلبهم رجما بالغیب و یقولون سبعت و ثامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فیهم منهم احدا. گروهی خواهند گفت اصحاب کهف سه کس بودند که چهارم ایشان سگ آنها بود و گروه دیگر خواهند گفت پنج کس بودند که ششم ایشان سگ آنها بود، همچون تیری که بر تاریکی می اندازند و خواهند گفت هفت کس بودند که هشتم ایشان سگ آنها بود. بگو پروردگار من به تعداد ایشان آگاه تر است، تعداد ایشان را جز گروه اندک کسی نمی داند، پس در مورد ایشان جز به گونه بسیار روشن و واضح گفت شنود مکن و در مورد ایشان از هیچ یک از ایشان که برای گفته هایشان دلیل ندارند مپرس. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله واذکر ربك اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لأقرب من هذا رشدا. و هرگز مگوی من فردا این کار را انجام میدهم مگر این که با آن علاوه کنی اگر خدا بخواهد، و چون فراموش کردی همین که به یادت آمد آن فراموشی را جبیره کن. پروردگارت را یاد کن و بگو امید است مرا پروردگارم برای مقرون به ثواب نزدیکتر از این رهنمایی کند. ولبثوا فی کهفهم 300 سنین و ازدادوا 9. ایشان در غار خیش 300 سال درنگ کردند و 9 سال دیگر بر آن افزودند. قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به و اسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا. بگو مدتی را که ایشان درنگ کردند خداوند بهتر می داند، اسرار آسمان ها و زمین از آن اوست، چقدر بینا و چقدر شنواست. ایشان به جز او حامی ندارند و هیچ کس را در حکم خیش شریک نمی گیرند. واتل ما
أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. آنچه را به تو از کتاب پروردگارت وحی شده است تلاوت کن، هیچ تبدیل کننده‌ای برای سخنان او نیست و به جز او هیچ پناهگاهی نمی‌یابی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. و خیشتن را به بودن با کسانی شکیبایی بخش که به پروردگار خیش در پگاه و بیگاه نیایش می کنند، تنها رضای او را می جویند و به خاطر جستجوی زینت زندگی دنیا چشمان خیش را از ایشان مگردان و کسی را پیروی مکن که دلش را از یاد خیش غافل ساختیم، او که هوای نفس خود را پیروی کرد و کار او افراد است. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. بگو این سخنان حق است جانب پروردگار شما، پس هر که خواهد ایمان آرد و هر که خواهد کافر شود. بیگمان ما به ستمگاران آتش را آماده کرده ایم که سر و پرده آن ایشان را احاطه می کند و اگر فریاد رسی بخواهند برایشان آبی چون فلز گداخته شده داده می شود که روحایشان را بیان می کند. چی بد آشامیدنی و چی بد آسایشگاهی. این الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولكسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند ما بیگمان مزد کسی را که کاری نیکو کرده است ضایع نمی کنیم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. برای چنین کسانی باغهای جودان است که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد، در آنجا دستبندهای طلایی را به حیث زیور می پوشند و جامه های سبز از لباس ابریشمین نازک و لباس ابریشمین زخیم می پوشند، در آنجا بر تختها تکیه کنان نشستند. چی نیکو مزدی و چی خوب تکیه کاهی. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. به ایشان داستان دو مرد را بیان کن که برای یکی از ایشان دو باغ از انگور دادیم و گرداگرد آنها را به وسیله درختان خرما احاطه کردیم، در میان این دو باغ حاصل زراعتی بسیار خوب قرار دادیم. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نهرا. بر دو باغ بارور گردید و از این یعنی حاصلات هیچ کم بودی به وجود نیامد و در هر دو باغ جویبارهایی را جاری ساختیم.
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وبرای صاحب آن میوه وافری به دست می آمد. او در حالی که با هم صحبت می کردن به دوستش گفت از تو به مال فیزونی دارم و نفرهای نیرومندتری در اختیار دارم. و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. و به باغ خیش در حال داخل شد که به خیشتن ستمگار بود، گفت هرگز گمان نمی کنم که این باغ نابود شد. و ما اظن الساعت قائمتا ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. و نه هم گمان دارم که قیامت برپا شدنی باشد و حتی اگر به سوی پروردگارم هم بازگردانده شوم یقینا جایگاه بهتر از این خواهم یافت. قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. در حالی که دوستش با وی صحبت می کرد گفت آیا به کسی که تو را از خاک و باز از نطفه آفرید و باز تو را به شکل مردی در آورد کافر شدی؟ لکنه هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا. ولی من به این اعتراف دارم که همانا خداوند پروردگار من است و به پروردگار خود هیچ کس را شریک نمی آورم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. چرا هنگامی که به باغ در آمدی نگفتی این همان چیزی است که خدا خواسته است، قوتی نیست به جز خدا، اگر مرا ببینی از نگاه ثروت و فرزند از تو کمترم، با این هم شاید پروردگارم برایم چیزی بهتر از باغ تو بدهد و بر باغ تو عذاب حساب شده از آسمان بفرستد و آن را به میدان صافی لغزنده مبدل سازد یا آب آن در اعماق زمین فرو رود، پس تو هرگز قدرت بازجستن آن را نداشته باشی. و احیط بثمره فأصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها و هی خاویت علی عروشها و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. بدین ترتیب میوه اش را تباهی فرا گرفت. او به حسرت مصارفی که در آن کرده بود دستهای خود را به هم میمالید، در حالی که پایه‌های باغ بر سقف‌های خود فرو افتاده بود و میگفت ای کاش هیچ کسی را به پروردگارم شریک نمی آوردم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. او کنون او جمعیتی نداشت که او را به جز خدا در برابر عذاب خدا یاری کند و نه از خودش کاری ساخته بود. هنالک الولایة لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. اینجاست که آشکار می گردد اختیار مطلق از آن خدای برحق است و اوست که بهترین ثواب و بهترین عاقبت را فراهم می کند. و اضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما این انزلناه من السماء
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. زندگی این دنیا را و ایشان با آب تشبیه کن که آن را از آسمان فرو ریختیم، با آن سبزه زمین در هم می پیچد، سپس می خشکد و در هم می شکند و کاه آن را باد به هر سو می کشاند و خداوند بر هر چیز تواناست. المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. مال و فرزندان وسیله زینت زندگی دنیا هستند، ولی اعمال ماندگار نیکو در نزد پروردگار تو هم از روی ثواب بهتر است و هم از روی امیدواری. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. و روزی که ما کوه ها را به حرکت می آوریم و زمین را آشکار هموار شده می بینیم و همه آنها یعنی انسان ها را یک جا گرد می آوریم، پس هیچ یک از ایشان را باقی نمی گذاریم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. همه صف کشیده به حضور پروردگارت پیش می شود و به ایشان گفته می شود اکنون به همان شکل به پیش ما آمدید که در اول بار شما را آفریدیم، آره شما فکر می کردید که ما برای شما موعد قرار نخواهیم داد. و وضع الكتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. و کتاب یعنی نامه اعمال نهاده می شود و گناهکاران را از سبب چیزهایی که در آن ثبت شده است ترسناک می بینی. ایشان می گویند وای به حال ما، این کتاب را چی شده است که هیچ چیز را چی کوچک و چی بزرگ فرو گذاشت نکرده مگر که آن را حساب کرده است و همه اعمال خود را حاضر می بینند. پروردگارت به هیچ کس ظلم نمی کند. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. و بیادار وقتی را که به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید، پس سجده کردند جز ابلیس، او از جن بود لذا از حکم پروردگارش نافرمانی کرد. با این هم آیا شما او و فرزندانش را به جز من به حیث دوستان خیش انتخاب می کنید در حالی که ایشان دشمن شما هستند؟ چی بد وضع است برای ستمگاران که به جای من می گیرند. أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. من ایشان یعنی شیاطین را بر آفرینش آسمانها و زمین و بر آفرینش خودشان شاهد نساختم و من گمراهان را دستیار قرار نمی دهم. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. و بیادارید روزی را که خداوند می گوید آنانی را که با من شریک قرار داده بودید فرا خوانید، هر قدری که ایشان را فرا می خوانند جوابشان را نمی دهند و در میان ایشان یعنی مشرکان و بتان معبودشان را مایه تباهی قرار دادیم. و رأى المجرمون النار فظنوا
حنیفا. گناهکاران آتش دوزخ را میبینند و پی میبرند که در آن افتادنی هستند و برای بازگشت از آن وسیله نخواهند یافت. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما برای مردم در این قرآن به گناه‌های مختلف مثال آوردیم و اما انسان پیش از هر چیز جدل می‌ورزد. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. مردم را هنگامی که هدایت به سراغشان رسید از این باز نداشت که ایمان بیاورند و از پروردگارشان آمرزش بخواهند جز این که به سرنوشت پیشینیان دوچار شوند یا عذاب الهی در برابرشان قرار گیرد. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ما پیامبران را نمی فرستیم مگر بشارت دهنده و بیم دهنده و کافران همواره با وسیله دلایل باطل مجادله می ورزند تا اگر بتوانند بدان وسیله حق را از میان ببرند و آیات من و مجازاتی را که به ایشان وعده داده شده به مسخره بگیرند. و من اظلم ممن ذکر بآیات ربه فاعرض عنها و نسی ما قدمت یده. این و کیست ستمگارتر از شخصی که به آیات پروردگارش پند داده شود ولی او از آن رو برتابد و آنچه را دستهای او انجام داده فراموش کند؟ بیگمان ما بر دلهایشان پرده افکندیم تا نفهمند و در گوشهایشان گیرانی نهادیم و چون ایشان را به سوی هدایت فراخوانی هرگز رهیاب نمی شود. و ربک الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. و پروردگار تو آمرزنده و صاحب مرحمت است، اگر از ایشان در برابر اعمالشان حساب می گرفت بدون شک عذاب را بر ایشان تسریع می بخشید، اما برای ایشان موعدی است که جز آن هرگز پناهگاهی ندارند. و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکهم موعدا. و آن شهرهای را که ستمگاران نشیمن داشتند به سبب ظلمی که به عمل آوردند هلاک گردانیدیم و برای نابودی ایشان موعدی را تعیین کردیم. و اذ قال موسی لفتاه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا. بیاد آور وقتی را که موسی به جوان همراه خود گفت من تا به محل تلاکی دو بحر برسم یا راه بس طولانی را بپیمایم از رفتن باز نمی افتم. فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا. و چون به محل تلاکی بین آن بحرها رسیدند ماهی خود را فراموش کردند، آن ماهی راه خود را در بحر نقب زد. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. پس چون از آنجا گذشتند موسی با جوان همسفر خیش گفت صبحانه ما را بیاور، بیگمان ما از این سفر خود سخت خسته شدیم. قال ارأیت اذ اوینا الى الصخرة فإنی نسیت الحوت وما انسانیه الا الشیطان ان اذکره واتخذ سبيله في البحر عجبا. همسفرش گفت با یاد داری هنگامی را که با کنار آن سنگلاخ جای گرفتیم، من در آنجا جریان فرار ماهی را فراموش کردم و جز شیطان کسی دیگر این را فراموشم نگردانید تا با تو یادآوری کنم و بگویم که ماهی به گونه شگفت‌انگیزی راه خود را در بحر گرفت. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. موسا گفت این بود چیزی که ما میخواستیم، پس به نشان قدمهای خود بازگشتند. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. ایشان بنده ای از بندگان ما را یافتند که او را از نزد خود مرحمت عنایت کرده بودیم و از نزد خود به او علمی را آموخته بودیم. قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسی به او گفت آیا اجازه می دهی که از آنچه به تو از رشد آموخته شده به من بیاموزی؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. در جواب گفت تو هرگز با من توان شکیبایی را نداری. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. و چطور بر چیزی که به آن آگاهی همه جانبه نداری شکیبایی می‌ورزی؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. موسی گفت اگر خدا بخواهد مرا صابر خواهی یافت و از امر تو هرگز سرپیچی نخواهم کرد. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا. آن دیگر گفت اگر مرا پیروی میکنی از من درباره هیچ چیز سوال مکن تا من خود در مورد آن به تو یاد کنم. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. ایشان براه افتادند تا به کشتی سوار شدند. آن شخص کشتی را سوراخ کرد. موسی گفت آیا کشتی را سوراخ کردی تا اهل آن را غرق گردانی؟ راستی چی کار بدی کردی؟ قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبرا. او گفت آیا به تو نگفته بودم که هرگز با من صبر کردن نمیتوانی؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. موسی گفت مرا در برابر چیزی که فراموش کردم مؤاخذه مکن و در این کار با من سختگیری منما. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. باز براه افتادم تا با نوجوانی روبرو شدم. آن شخص نوجوان را کشت. موسی گفت آیا تو شخص پاکی را کشتی که کسی را نکشته بود؟ براستی کار زشتی را مرتکب شد.